about that. امروز با یه آنباکسینگ دیگه در خدمتون هستم. یه محصول شاید غیر متعارف، یه برند تقریبا ناشناخته که من فکر میکنم به ناحق توی بازار شناخته شده نیست، اونم شاید به خاطر اینکه یه مقدار جدید هست توی بازار و هنوز اون شهرتش رو به دست نیاورده، با این تفصیل که به خاطر کیفیتش من فکر میکنم که جایگاه خودش رو هنوز توی بازار نداره. راجب بلک هاک دارم باهاتون صحبت میکنم. این شرکت در حال حاضر فقط باتن باکس تولید میکنه، یه سری پروژه های دیگه هم در جریان دارن که هنوز به عمل نرسیده، در حد پروژه هستن، ولی با یک سری باتن باکس به نام اکسپلورر، بی اکسپلورر تو بازار کم و بیش شناخته شده هستن. یه شرکت آلمانی هست و این باتن باکس دومی هست که از این شرکت به دست من میرسه و باتن باکس اول رو من نصب کردم، مدت هاست استفاده میکنم، خیلی راضی بودم و تفاوتش این است که چون باتن باکس اول رو برای نصب به براکت و اینا احتیاج داشتم با براکت سفارش دادم، این باتن باکس دوم بدون براکت هست، از براکت قبلی برای اینستالش استفاده میکنم. توی عکس میتونید ببینید که براکت ها به چه صورت هستش و چه جوری این باتن باکس ماونت میشه روی هر میز یا صندلی که شما دارید. به خاطر همین این باتن باکس که الان میبینید بدون ماونتینگ سیستم هستش. بازش میکنیم، هنوز بازش نکردم که با هم بتونیم این کار بکنیم. اولین چیزی که میتونم بگم اینه که از کیفیت بسته‌بندی خارجیش، جعبه بیرونیش باید بگم که خیلی با دقت بسته‌بندی شده بود که آسیب نبینه. توی جعبه کابل USBش بود و یه دستور عمل کوتاه که چنانچه شما به سیستم ماونتینگ احتیاج دارید برای ماونت کردنش، سیستم ماونتینگ هم قابل خرید هستش. همونطور که گفتم این سیستم ماونتینگ رو من قبلا داشتم، بخاطر همین که همراه سفارش ندید. جعبه رو باز میکنیم ببینیم که چطور است. خیلی چیزی که مد جالب توجه میکنه اینه که نسبت به شرکت های دیگه که تو بازار هستن و پروداکت هایی در همین کلاس قیمتی ارائه میدن، بسته‌بندی خیلی شکیل و خیلی محکمی داره و قطعات خیلی قشنگ توش بسته‌بندی شدن. واقعا اینجا یه لحظه تفاوت کار یه سری شرکت ها با هم دیگه مشخص بشه. بسیار در کیفیت بسته‌بندی و نحوه بسته‌بندی دقت شده. میگم این فقط پنل هسته، چون من ماونتینگ سیستم رو نداشتم، خاطر همین فقط پنل توی جعبه قرار داده شده. خب اولین چیزی که باید در رابطه با باتن باکس های بلک هاک بهتون بگم اینه که کیفیت ساخت خیلی بالایی دارن. شما اگر به جنس جعبه نگاه بکنید میبینید که از جنس آلومینیوم بسیار عالی و با یک پوشش در حقیقت ضد خش ساخته شده که در حقیقت برق هم نمیزنه، براق هم نیست که نور رو رفلکت نمی کنه. این قطعه هستش که شما میتونید با برکت یا بدون برکت هم تو گفتم سفارش بدید، چنانچه برکت رو داشته باشید که خب این روش انسان میکنه، اگر نه که میتونید حتی به عنوان پنل، اگر فرض کنید که یک پیت ساختید و اینو میتونید به طور پنل توش جا بدید قشنگ و بعد با این چهار تا پیچش بکنید طوری که توی پنل قرار بگیره، اگر نه که از ماونتینگ باکس خودش استفاده میکنید. این پروداکت با سه فرم مختلف میاد، یعنی فرم و تعداد قرارگیری مومنتری سویچ ها و پتانسیومتر ها، کلیت ها، همه با هم تعدادش و نحوه جایگیریش فرق میکنه. چیزی که توش مشترکه اینه که از هر کدوم از این انواع سویچ، هر کدوم از اینها یک دونه دارن. توی این عکسی که الان میبینید سه فرم مختلف این باتن باکس رو مشاهده میکنید.
همه اونها یه دکمه با کاور دارن که شما میتونید برای فانکشنایی مثل امرجنسی و اینا ازش استفاده کنید، یا جتسون که احیانا دستتون بهش نخوره، مخصوصا کسایی که وی آر استفاده میکنن ممکنه وقتی که هدست ترشونه با دستشون لمس کنن و دکمه اشتباه رو بزنن. کیفیت کلیت ها خیلی خوب هستش در رابطه در مقایسه با محصولات دیگه که توی بازار هست. خیلی حس خوبی دارن، جنس خیلی خوبی دارن و موقع فشار مقاومت معمولی و مورد نیاز رو دارن، نه خیلی سفت هستن و نه خیلی شل هستن. این مدلی که الان اینجا میبینید 6 تا کلید فشاری داره، 2 تا مشکی، 3 تا قرمز، ببخشید 7 تا، 3 تا 5 تا قرمز، 2 تا مشکی، 4 تا مومنتری سویچ داره که دو جهته هستن، یعنی با هر کدوم دو فانکشن رو شما میتونید مپ بکنید. مثلا میخواید یک چراغ رو توی کاکپیت نورش کم یا زیاد بکنید، میتونید کم و زیاد رو بهش وصل کنید. خیلی از فانکشن هایی که توی DCS شما ازش استفاده میکنید متاسفانه به صورت روتاری سویچ نیستن. مثلا کلید توی خود هواپیما برای دیم کردن یا برایت کردن، روشن پر رو کم رنگ کردن فرض کنید پنل کاکپیت، توی خود کاکپیت هلیکوپتر یا هواپیما روتاری سویچ هست، ولی میبینید که توی DCS به عنوان کلید مثبت روشن و خاموش فقط یک، یعنی در حالت بالا و پایین، دیکریز و اینکریز تعریف شده. اونا رو میتونید قشنگ راحت به این ترتیب مپ بکنید. ولوم ها رو برای رادیو کامیونیکیشن یا برای میگم نور پنل های مختلف، چنانچه تو خود اون مدولتون به صورت پتانسیومتر تعریف شده باشه، میتونید به این پتانسیومترها، یعنی به این روتاری سویچ ها یا به اینها مپ بکنید که بتونید اونها رو به راحتی کم و زیاد بکنید. کلن کوالیتی یه ساخت و بعد چون من مدتی استفاده میکنم از این محصول بی اکسپلورر، کوالیتی کارش خیلی بالا هست. اینه که من تصمیم گرفتم که دومین مدول خودم از همین شرکت سفارش بدم و گفتم قبل از اینکه نصبش بکنم با شما شیر بکنم. از نظر قیمتی میشه گفت در رده قیمتی محصولات مشابه هست، مثل وینگ وینگ، مثل محصولات دیگه، ولی من فکر میکنم نسبت کوالیتی ساختش و کوالیتی سویچ هایی که داره شاید یه سرگردن بالاتر از اونا باشه، با اینکه حدودا در همون محدوده قیمتی هست. به هر حال اگر که خیال دارید که باتن سویچ بخرید، چون مخصوصا والا بسته به کشوری که شما توش هستید قیمت اجناس در حال حاضر انقدر زیاد شده که شما گاهی بخواید همین کلیدها رو تهیه بکنید یا برای هر کلیدی 4-5 دلار پرداخت بکنید، تعداد کلیدها رو که با هم جمع میزنید و کل قطعات الکترونیکی توش نیاز دارید همه رو جمع بزنید، در حقیقت همین قیمتی میشه که شما یه باتون باکس رو سفارش بدید، خصوصا که خب همچین کوالیتی به هر حال تو خونه مقداری ساختش سخت هستش. امیدوارم که اینطوری حداقل یه آلترناتیو دیگه هم آشنا شده باشید، چنانچه قصد به تهیه باتن باکس دارید و بتونید از این برند بلک کار هم دیدن کنید. وبسایتشون رو با سرچ توی گوگل راحت میتونید پیدا کنید، لینک هم میذارم زیر همین ویدیو. و فقط میخواستم بهتون بگم که این باتن باکس خریداری شده، به هیچ وجه سپانسرشیپی از بلک هاک ما دریافت نکردیم و تبلیغ هم براشون به همین خاطر نمی کنیم. این صرفا تجربه شخصی من بوده، خواستم باهاتون در میون بذارم و یک کمکی باشه اگر در حال حاضر قصد تهیه باتن باکس دارید و برند بلک هاک رو نمیشناسید. 100% آلترناتیو خوبی هست که در نظر داشته باشید. امیدوارم براتون جالب بوده باشه این ویدیو. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، کمک میکنه به این که ما بتونیم ویدیوهای بیشتری با کیفیت بیشتری و در رابطه با مطالبی که مورد علاقه شما هست براتون بسازیم و بتونیم به این راه ادامه بدیم. برای ما هم قوت قلب هستش و هم تایید این که داریم در مسیر درست حرکت میکنیم. ممنونتون و روزتون خوش.